اگر امثال من نروند پس چه کسی برود؟ مینو مجیدی شیرزنی کرد، 62 ساله، مادر 3 فرزند. او زاده قطر شیرین و ساکن کرمانشاه بود. روز 29 شهریور که مردم کرمانشاه به خیابان آمدند تا مرگ دیکتاتور خوناشام را فریاد بزنند، او هم تصمیم خود را گرفت. به راه افتاد تا به قیام کنندگان بپیوندد. قبل از حرکت به خانواده‌اش گفت: اگر امثال من نروند پس چه کسی برود؟ من عمر خودم را کردم، بگذار حداقل جوانهایمان را نکشند. آن روز یکی از کانونهای اعتراضات مردم کرمانشاه بلوار نوبهار و خیابانهای اطراف آن بود. جوانان و زنان دلیر خیابانهای شهر را با فریادهای مرگ بر دیکتاتورشان زیر پای مزدوران خامنه‌ای به لرزه درآورده بودند. 29 شهریور دفاع مشروع مردم در برابر وحوش خامنه‌ای، تیراندازی مستقیم به جمعیت اعتراض کننده. مزدوران ضد شورش خامنه‌ای که برای سرکوب قیام کنندگان گسیل شده بودند به روی مردم آتش باز کردند. یکی از مزدوران با قساوت تمام سر مینو را هدف قرار داد و او در دم به شهادت رسید. سلام سلام حال باشه. امروز آمدم پیاده روی، معمولا ساعت 2 میام پیاده روی، ساعت 3 میرم دنبال روز و میریم خانه. حکومت از تحویل دادن پیکر پاک این شهید به خانواده‌اش خودداری میکرد، اما پس از آن که بعد از 2 روز پیکرش را تحویل دادند، پیکر مینو در آخرین روز تابستان 1401 در گورستان باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد. این مراسم به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.